مراسمی که امروز در اربیل مرکز اقلیم کردستان برگزار شد، از هنر و سابقه هنری شهرام ناظری خواننده کرد ایرانی قدردانی شد. جمعی از هنرمندان، از اعضای پارلمان اقلیم کردستان و اقشار فرهنگی و هنری اقلیم کردستان در این مراسم حضور داشتند. مراسم تحت عنوان ناظری سوز تنبور و روایت شاهنامه برگزار شد. هم وزارت فرهنگ اقلیم کردستان و هم پارلمان اقلیم کردستان نشان قدردانی به ایشون دادن. ایشون حتی چند قطعه از آوازهای خودشون خوندن و خیلی کوتاه در مورد هنر اصیل و هنر مدرن صحبت کردن برای حاضران در سالن مراسم. در کنفرانس خبری کوتاهی که داشتن، در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال مبنی بر نظر ایشون یا حمایت هنرمندان به طور کل در رابطه با وضعیت بد معیشتی که در ایران مردم در اون قرار گرفتن و اعتراضات سراسری و مردمی که شاهدش هستیم در چند روز گذشته همچنان ادامه داره، ایشون گفتند که هنر درست هنری هستش که در خدمت مردم باشه و پیام برای اجتماع داشته باشه. و در ادامه گفتش که آثار من در شاهنامه فردوسی و داستان سوهاک که خوندم پیام من و تفکر من هستش نسبت به اجتماع و همه میتونن اون رو بشنون و ببینن که من چه چیزهایی رو گفتم. در ادامه این کنفرانس خبری به وضوح از وضعیت بد اقتصادی ایران و معیشتی که مردم در اون گرفتار هستن صحبت کرد. گفتش که مردم در تنگنا قرار گرفتن و از هر لحاظ تحت فشار هستن و به نوعی حق دادن به مردم که نسبت به وضعیتی که در اون قرار گرفتن اعتراض بکنن و اعتراضات رو حق مردم ایران عنوان کرد. به طور کل حضور ایشون هم اونطور که در مراسم خود وزیر فرهنگ اقلیم کردستان هم بهش اشاره کرد و هم هنرمندان در رسانه‌های اقلیم کردستان بهش اشاره کردن، حضور شهرام ناظری رو در این امروز در اربیل و در این مراسم مهم عنوان کردن، هم از جهت سابقه هنری که دارن و هم از جهت کارهای هنری که ایشون در زمینه‌های مختلفی اجرا کردن. روز دوشنبه نزانم چشت خاصی لفکرم تیت که بیشم که مثلا یه راهنمایی فرخاصی جامعه بود. اگر در مورد بالاخره کار هنر موسیقی به تو قصه بکم، خود طبیعتا خود هنر درست هنری که هم لخدمت مردم و هم پیام دیره، یه پیام اجتماع دیره که او پیام خود یه چشتی جیایه که نیود مثلا لخت بیشید که او جور باید بکنی او جور. خود هنر یه به اصطلاح سیاستی دیره نوعی که او پیام خواهید. اگر به تو لزوان من قصه یه چشتی باید بچید آثار بنده گوش بکنید، مثلا او چشتی که در مورد شاهنامه فردوسی اجرا کردم، داستان زحاف اجرا کردم، بچید آثار من گوش بید او سازانید که بنده مثلا چه تفکری دارم یا چه پیامی اره اجتماع دیرم. هم که طبیعتا مردم خب نوعی حق خواهیانند و توان که چون حقیان زایبیه توان واقعا و او استقاقی که دیرن بالاخره لنظر زندگی، نظر معیشت، هر نظری که خود هران او جوری که شایسته هم بیا واقعا انجام نیوه و هر یه سکه دیر ایسه همین با قول معروف دید جوش آوردن دادی هم در حاطن و یه تقیی هم توان به چشت طبیعیه که مردم ورسه هم برسه و یه درست نیه که مردم های سریان ها نوستت زباله بود و به اصطلاح شرمنده جنمنالی هم بود و خانواده هم بود. بالاخره قشنگ مشخص است که مردم تانه لتنگنا، فره لتنگنا قرار گردن و خب حقیان تو فره طبیعیه و باید حقیان بگردن.